سلام یاور هستم از مجموعه آفریدار به قسمت اول جیومتری نود از سری آموزش‌های های بلندر خوش اومدید جیومتری نود همطور که از اسمش پیداست به وسیله نودهایی که وجود داره به شما یه سری امکاناتی میده که ممکنه از لحاظ عادی بخواید اون امکانات رو درست بکنی یه مقدار پیچیده و و با پرفورمنس بالایی که از دستگاه شما میگیره یه مقدار کند باشه یعنی جیومتری نود در واقع میتونه هم یه سری امکانات ما بده هم تو بعضی مواقع اگر چیدمان جیومتری ما یه چیدمان خوب باشه به شما این امکان رو میده که یه صحنه پیچیده رو به وسیله یه جیومتری نوت خب سبکتر بسازید و امکاناتی مثل حالا موشن گرافی و موشن دیزاین هم به شما میده و همچنین جیومتری نوت در واقع مجموعی از متریال ها مجموعی از مودیفایر ها و آبژکت هایی که در صحنه دارید و به وسیله سلکشن ها که با استفاده از انتخاب ورتکس ها انتخاب لبه ها انتخاب فیس ها به شما این امکان میده که اون اشکال و اون شکل هایی رو که میخواید در واقع هم تکثیر کنید هم انیمیشن باشون بسازید برای که این حالا درس پیچیده نشه من تو جلسه اول یه مقدار بیس اولیه این درس رو میام هم شروع میکنم که این مقدار براتون پیچیده نباشه و سخت نباشه که بعدش فراری نباشید و تو جلسات بعدی مثال های گوناگونی خواهیم زد من یه دونه نیو پرژه از اول باز کنم خب پنجره جیومتری نو همین این بالای گذاشته شده که زمانی که من بزن اینجورترم پاک کنم آبژیکت سلکت می میکنم کافیه روش اینجا یه نیو جیومتری نوت بزنم یا در واقع میتونم از تو مودیفایر از تو قسمت جیو نوت اینجا رو انتخاب کنم و برای من این تبدیل بشه به یه جیومتری نوت زمانی که من حال این جیومتری نوت میارم در واقع خروجی من از یه دونه اینپوت داره یه دونه آوتپوت داره اینپوت من بعض وقتا ممکنه خود آبجکت باشه ممکنه هم من اینپوتمو از اینجا من شیفت و ای اگر مثلا فرض مثال بزنم اینجا بیام فرزن از قسمت مش اینا همه اون اتروبیوت ها اون مودیفایر هایی که بهتون میگم و اون متریال که قرار به صورت نود با هم ترکیب بشه هستن مثلا از این قسمت فرض مثال من یه دونه مخروط انتخاب میکنم و اینو وصلش میکنم به این جیومتری نوده و میبینید اون باکس تبدیل شد به اون جیومتری نود من اون به صورت این مخروط که من دارم و اگه تب بزنم برمیگرد و حالت دیفالت اون باکس خودش خب پس من میتونم هم از این استفاده کنم یا اینو نه یه ای آبجکت اصلا مهم نیست پلین باشه باکس باشه هر چیز خواستم انتخاب کنم و از اینجا دستور بدم چه آبجکتی بهش ایمپورت میشه خب یه راه اینه و از خود اینجا یه در واقع شیفت و ای بزنم اون آبجکتی رو که میخوام ایمپورت کنم ولی ممب... و امکانات که من میده اینه که خب اون پارامتر اون آبجکت من اینجا در دسترس دارم هر موقع خواستم زیاد کمش میتونم بکنم اون پارامترهایی که وجود داره و اگه نگاه کنین تو این قسمت همینجور که من این اعداد دارم کم و زیاد میکنم به تعداد حالا ورتکس ها و اج هایی که اینجا داره تعدادش برای من داره کم و زیاد میتونم الان 11 تا ورتکس داری 20 تا اج داری 11 تا فیس داری و من با کم و زیاد کردن این این تعداد این اعداد زیاده و کم میشه و من میتونم بعدا با استفاده از قسم، ابزارهایی که برای سلیکشن توی این نودا دارم بیام کم و زیادشون کنم خب این خب یه روش بود یه روش دیگه چی چیه مثلا فرض مثال من میتونم اینجا یه دونه مثلا باکس داشته شیفت و ای یه دونه باکس داشته باشم جی این اینو انتخاب کنم تو اون نودی که نوشتم کافی این کیوب یک و خب درک کنم بدونم اینجا خوب، یه گزینه اضافه شد به نام آبجکت اینفو و از اونجا او آبجکت اینفو برای من آبجکتی رو که اینجا دارم میتونم انتخابش کنم و, و توی نودم قرارش بدم یه مثلا من یه شیفت و ای اینجا اگر یه دونه مانکی داشته باشم جی حالا هم میتونم اینجا شیفت و a بزنم فرض مثال آبجکت اینفو رو بزنم آبجکت اینفو و بگم کدوم چیزی های کنه برم کلیک کنم انتخابش کنم یا رو این که بزنم میگه چی چی میخوام میگم اون سوزان همون هم میمونه رو میخوام که برای من اضافش کن توی کار حالا من این باکس پاک کنم حالا اگر من این آبجکت رو خروجی از جهاش خروجی بگیرم بدم به این خروجیه میبینید اینم اضافه میشه توی صحنه من خب اگرم دوتاش با هم بخوام یعنی هم مخروط بخوام هم جی او بخوایم خب میریم اولین نود اونم یاد بگیریم شیفت و ای جوین جیومتری جو... یعنی جوین بشه و همدیگه یعنی جمع بسته بشه خب یعنی اگه من کافیه اینو وصف بکنم به جوینم خروجی اینم وصف کنم به اینجا خروجی اینو بدم به این نگاه که میکنید این دوتا رو داریم من فعلا این باکس رو پاک میکنم درست شد و میتونم پس به این شکل داشته باشم اگر این سوزانر رو پاک کنم اینجا ممکنه پارامتر من ممکنه به هم بریزه یعنی بعدش که من بیام دستکاری کنم دقت بکنید اون ممکن اون آبجکت از بین بره و اون پارامتری که میخوام مگر اون پارامتری که من انتخاب کردم جزئی از خود حالا نودای اصلی ما باشه یا بذار من یه بار دیگه این باکس اصلی منو و اینو وصف بکنم این الان هم باکس دارم هم اون شکل دیفالتش خود باکس دیفالت خودش بود و اینم جدا گانه من آوردم حالا یا یه،, یه, کار دیگه شیفت و ای تو این قسمت من گرید رو میارم گرید این همون پلینه میمونه الان گریدم اضافه شد حالا برای که اینا تو هم دیگه رفته میتونم یه می دونه ترانسفورم به اینا اضافه کنم شیفت و ای پس نود بعدی من ترانسفورم ترانسفورم جومتری نود اینجا میدنم فرزن الان این کیو منه میتونم این ببخشید مخروط منه میتونم تو محور زد مثلا بیارمش بالاتر بذارمش یا اگر این دیفالت خود باکس من باشه شیفت و ای اینجا جو نگاه آخرین چیزی که من کار کردم اینجا میاد تو این لیست میمونه توی اون جون متریه و اینجا من میزنم ببینید پلینم الان دیده شد که در واقع این گریدر من میتونم اینجا اندازش رو بگم مثلا این فرض مثال ده در ده باشه سایزش و تقسیم بندیش هم مثلا باز ده در ده یعنی این اینکه یه پلین داشتم سایزش کردم ده متر و ساب دیواید تب زدم و ساب دیواید بهش دادم که ده قسمت در ده قسمت برای من تقسیم بندی بشه پس این به این شکل شما میتونید بیاید یه شکل رو با همدیگه ترکیب بکنید و اضافه کم کنید و ترانسفورم میدید یه ترانسفورم دیگه هم داریم بذم من اونم یه توضیح بهتون بدم اسم ست پوزیشنه تو ظاهر شبیه ترانسفورمه و کاربردش یه مقدار حالا متفاوته من جلوتر که رفتیم بهتون خواهم گفت این دقیقا کاری چی چی هست تو میام تو ظاهر اولیه ست ترانسفورمه و یه گزینه دیگه هم بهتون بگم حالا دارم اینا رو من توضیح میدم علاوه بر حالا اون ست ترانسفورمات این دو تا ترانسفورم دیگه ترانسفورم حالا اینجا داریم یه ست ترانسفورم میتونستیم این رو بذاریم بین این رو من پاکش بکنم می داشتم اینجا این ست ترانسفورم می برای این شکل پله هم که ای بخوام جواب کنم خب که هر داشته باشه یه نکته دیگه که وجود داره اینه که ترانسفورم چون ما قرار این نودار به هم دیگه وصل بکنیم بعض وقتا بعض هاش مثلا اگه من قرار شد به محور زد یا محور ایکس یا ایگرگ بیام فقط به این نقطه چیزی وصل کنم الان به صورت تفکیکی ندارم بذار یه نود دیگه هم هم الان یادتون بدم شیفت و ای کمباین ای کمباین ایکس و وای زد من میزنم این رو وز میکنم به او گذینه که میخوام میتونم وصل کنم به اسکیل به صورت تکی اسکیلار داشته باشم میتونم وصلش کنم به حالا این آفسته مثلا به این قسمت x و وای به صورت جداگانه دارن خب اینجا x و وای جداگانه بود ولی اینپورت ورودی نداشت و الان هر کدوم به صورت جداگانه یه ورودی مستقل برای خودش دارد و هر گزینه هم بچا اگر بگیرید بکشید گزینه هایی که مربوط به اون قضیه هست و قرار و میتونید ازش استفاده کنید به صورت اتوماتیک برای شما ظاهر میشه و هر دستوری به دلیل که حالا گزین مربوط به خودش داره فاوت خواهد بود خروجی هایی که میتونه داشته باشه خب یه نکته حالا اگر من فرض مثلا این اول دیفالت اول من چی بود یه باکس بود دیگه که اینجا ترانسفورم بهش دادم اگر مستقیم از این وصل بکنم به خود این جو باکس اولی هم سر جاش بدون دقیق میمونه میبینید یا مثلا باز از خروجی این وصل میکردم مستقیم به این این اون شکل اولی من سر جاش مونده که در واقع به این طریق شما میتونید جمع ببندید یا کم بکنید بذار من این اضافه رو پاک کنم یه مثال را... راحت تر بزنم خب این باکس منه که حالا این وصل شده به جم و حالا شیفت و ای جوین نویت من این ترانسفورم میزنم این ترانسفورم رو وصل میکنم درست شد حالا خودشم وصل میکنم بس به این یعنی هم از ترانسفورم داشته باشه فقط کافی من این رو حرکت بدم درست شد اگر از این ترانسفورم یه دونه شیفت و دی بگیرم بذارم اینجا دور از این خروجی بگیرم از این بدم به این و اینجا این الان منفی سه هست یه سه مثبت هم بزنم یه دونم از این بر این های سه خب یه مقدار حالا منظم تر باشه میبینید به این شکل این ستار دارم و حتی میتونم چیکار کنم یه دونه شیفت و دی از این مثلا بگیرم بذارم اینجا درسته بیام بین این در واقع خروجی اینو بیام اضافه کنم داخل این شیفت و ای ترانسفورم اینجا بدم و باز خروجشم به خودش دوباره بدم و بهش بگم فرض مثال دوباره تو موقعیت قبلی مثلا ایکس داده بودم این دفعه ایگرگ میدم سه تا بری اونجا این yani سه تا رو با هم برای من جمع بنده و دوباره مثلا اینجا شیفت و دی من ببخشید اینجا شیفت و دی عوض کنم اینجا و خروجی اینو بزنم منفی سه می‌بینید به این شکل در میاد دوباره من میام خروجی اینو یه دونه جوین جی او رو شیفت و دی بزنم جنب بستن مثلا داره شیفت و ای یه دونه ترانسفورم جو یه دونه اینجا باشه یه شیفت و دیگه دونه اینجا باشه اینم تو محور زد اینم سه و این یکی هم منهای سه باشه حالا من اینارم رو وضع کنم به جومتریش اینم به این جومتری خروجی اینم بدم به این و خروجی اینم بدم به این به این شکل این شکل ما مثلا تو این فور در اومد گرچه مثلا توی یه کار مثل این شاید با اره ما می رفتیم خیلی سریعتر انجام می شد و خیلی سریعتر به نتیجه می رسیم. ولی همه کار ما حالا به این فرم و به این سادگی نیست که حالا من از این طریق برم و بعض وقتها سلیکشن های دقیق تری می از ورتکس ها و نسبت موقعیت هایی که میخوام بیام اونا تکثیر کنم که می خواهد پیشتر از این خواهد بود و اونجا خیلی بیشتر از به کار خواهد اومد من بیشتر دیگه اضافتر تو این جلسه مبحث دیگر رو دیگه ای رو نمیگم تا همینجا کافیه جلسه بعد مثال و مثال ها رو شروع میکنیم به زدن